خب دوستان برای الگوی پشت همونطور که بهتون گفتم کادر اصلی رو با خط اتویی که کشیده بودیم به اضافه خط باسن خط فاق و خط زانو به وسیله کاغذ پوستی از روی الگوی جلومون کپی میکنیم خب به این صورت من کشیدم الگو رو حالا تو سایز کوچیکتر که بهتون نشون بدم و آلو پشت با همدیگه بکشیم اندازه ها هم که همون اندازه های قبل هست ثابته و تکون نمیخوره خب روی خط کمر یعنی این خط بالا همونطور که گفتیم خط کمر ماست به این شکل و خط اتویی هم که ما کشیدیم خطی هستش که اگر نگاه کنید تو سمت راست فاصلهش با کادر کمتره تا قسمت چپ خب این به خاطر همون اندازه گیریه قسمت فاقمون هستش حالا روی خط الگوی جلو ما به اندازه یک سانتونیم رفتیم بالا اگه یادتون باشه ما اون اندازه رو از خط کمر یک سانتونیم رو با میریم بالا و یه خط افقی ما میکشیم خب از سمت راست الگو به اندازه 3 تا 5 سانت میریم داخل نگاه کنید فاصله خط اتوتو کادرمون کمتر هست این قسمتیه که ما قرار فاق رو بکشیم به اندازه 3 تا 5 سانت میایم داخل و 3 تا 5 سانت هم میریم بالا اگر سایزتون کم هست 3 سانت و اگر بیشتر شد به سمت 5 میرید اندازه رو علامت میزنیم و این خط رو مستقیم وصلش میکنیم به قسمت خط فاقمون به این صورت سمت راست قراره که فاق پشتمون کشیده بشه که گفتم فضا رو در نظر بگیرید حالا از اون قسمت بالا که ما کشیدیم نیا کنید از این علامت به اندازه حالا من ختم این خورده صاف و صوفش بکنم از اینجا به اندازه یک چهارم دور کمرم به علاوه یک سانت به علاوه دو تا سه سانت ساسون من اینجا در نظر میگیرم و از این قطعه سه تا پنج سانتی که رفتیم بالا خطکشمو میذارم و اندازه میزنم تا جایی که علامت به من بده مثلا یک چهارم دور کمر من هر چقدر بود به علاوه یک سانت میکنید به علاوه مقدار ساسونتون یا همون پنستون اندازه میزنید به این شکل خط کشم رو میزنم اون لب اندازه رو میارم تا جایی که مماس باشه با اون خطم علامتش میزنم اینجا خب به این صورت یا کنید سر خط کشم رو میذارم و اندازه میزنم حالا این خط کمرم که رو کمر که کشیدم نصفش میکنم و گونیا یا خط کشم رو جوری میذارم که عمود باشه به این خط و مقدار پنسم نه تا ده سانت حالا من ده سانت در نظر گرفتم میکشم پنس رو هم من دو سانتی در نظر گرفتم یعنی یک سانت به سمت راست و یک سانت به سمت چپ میرم به این صورت خب پنسم هم رو هم الان من کشیدم به این شکل حالا میریم روی خط باسنمون از خط باسن به اندازه یک چهارم دور باسن به علاوه یک سانت داخل میشیم باسن من الان 105 یک چهارمش میشه 26 به علاوه یک سانتش میکنم و داخل میشن هر جا شد اندازه رو علامت میزنم خب حالا من میام میتونم اینو مستقیم به هم وصلش بکنم میتونم هم بیام از این خط کش باستن که توی قسمت الگوی جلو هم بهتون گفتم بذارید و این رو جوری تنظیم بکنید که این خط مقداری هلال میشه اگر که از اون قسمت بالاش استفاده کنید ببینید الان من خط رو بکشم این یه خورده فرم قشنگی بهتون میده الگو رو خوش فرمتر و چلوارتون رو خوش فرمتر میکنه میتونه مستقیم صاف به اون خط کمرتون وصل بکنید خب این تا اینجای الگو حالا برای قسمت فاقم میام یک هشتم دور باسنم هر چقدر بود منهای دو سات میکنم و از قسمت کادرم بیرون میرم هر چقدر بود اندازه میزنم خب حالا از این خطی رو که بس کرده بودم به فاق از خط کمر این خط رو نصف میکنم و میام این رو به صورت هلال یعنی گشادی فاقم رو شکل میدم و میکشم ببینید به این صورت همیشه حواستون باشه که وقتی که میخواین فاق بکشین ابتدای فاق تو به اندازه یک سانت روی خط باشه بعد اینو مماس کنید و بهش زاویه بدید و بریم بالا ببینید من حدود یک سانت اینو دقیقا مماسه با خط فاقم کشیدم بعد هلالش میکنم میبرم وصلش میکنم به این خط و میکشم هلالتونم نه خیلی باید ببرید داخل نه خیلی بیرون در هر صورت یه کشیدگی داخل فاقتون به وجود میاد حالا من این کشیدگی ها رو داخل یه دونه آموزش جدا بهتون توضیح دادم حالا میریم رو قطع زانو به اندازه یک چهارم دور زانو بر خب بچه ها برای قسمت انتهای الگوی پشت من اومدم روی خط زانو به اندازه یک چهارم دور زانو به علاوه نیم به سمت راست و سمت چپ رفتم چون قسمت پشت از قسمت جلو گشادتر هستش به علاوه نیم ساند کردم این خط رو هم از قسمت روی خط باسن که وصل کردیم صاف وصل میکنید میتونید اون قسمت رو اصلاح کنید کناره ها رو و با این خط کشید مقدار بهش حالت هلال بدید روی قسمت دمپا هم روی خط دمپا به اندازه یک چهارم دور دمپا به علاوه نیم سانت به سمت راست و چف میرم و از خط زانو این رو مستقیم بست میکنم به قسمت دمپا این قسمت داخل پا هم از قسمت فاق مستقیم وصل میکنم به خط زانو و برای اینکه این قسمت کشیدگی ایجاد نشه این خط رو من نصفش میکنم یک سانت نیم تا یک سانت به سمت داخل میرم و به صورت هلال وصلش میکنم اگر نگاه کنید میبینید که این قسمت حالت هلال داره خیلی صاف نیستش این هم از انتهای الگوی شلوار ما و دیگه حالا من پنسا رو کشیدم و اون قسمت سه تا پنج سانت رفتیم بالا به خاطر نشست و برخواستی که میکنیم و کلا قد فاق ما از قد فاق پشت ما از جلو بلندتر هستش خب دیگه این سه تا پنج سانت هم میریم و این انتهای ارگوی شلوار از روی خط ها اندازه میزنم و حالا اندازه زدم میام قیچی میکنم به این شکل تا انتهای کارتون به این صورت میشه میریم برای یه سری اصلاحیه و یه سری کنترل های الگو بعد از اینکه الگو رو کنترل کردیم و یه سری کار روش انجام دادیم بعدش میریم سراغ انداختنش روی پارچه و مراحل دوخت شلوارمون پس فعلا بعد از این مرحله چند تا کنترل ها هست نکات ریز ها هستش و یه سری اصلاحیه ها رو الگو داریم که بهتون میگم این قسمت هم که بهتون گفتم قسمت ریز الگوی من هستش پس ما دور تا دور الگومون رو برش میزنیم تا بقیه ماجرا